به نام خدا. سلام. بعد از اینکه ویروس کرونا خودش رو تو دنیا نشون داد، مردم دنیا برای اینکه از این همه‌گیری و از این ویروس جونشون رو حفظ کنن، مجبور شدن یه سری پروتکل‌های بهداشتی رعایت کنن. مثلا فاصله اجتماعی رعایت کنن، دستاشون هر 30 دقیقه یک بار بشورن، ماسک حتما بزنن، تو مکان‌های سربازی شلوغ حاضر نشن، تو مکان‌هایی باشن که سرباز باشه و هوا رد و بدل بشه و رعایت فاصله اجتماعی. این اتفاق و این پروتکل ها باعث شد که روی یه سری مشاغل فشار بیاد و بازار یک سری مشاغل کساد بشه. یکی از اون مشاغلی که روش فشار اومد واقعا انتشارات ها بود. انتشارات ها روش فشار اومد و باعث شد که بازارشون رو به کسادی بره. در حالی که این کسادی همینجور داشت پیش میرفت، نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو تصمیم گرفتن افتتاح کنن که شما راحت بشین پشت کامپیوترتون کتاباتون انتخاب بکنین، بخرین راحت با استفاده از بون و یا هر چیز دیگه کتاب‌ها رو بگیرین، از تخفیف‌ها برخوردار باشی و براتون راحت ارسال بکنن در یک شرایط خیلی خیلی ایزوله و ترتمیز در خونتون. یکی از این انتشاراتی که توی نمایشگاه شرکت کرده نامه مهر. من خودم این کتاب شعر توی انتشارات نامی مهر چاپ کردم و دو تا کتابم در حال چاپ توی انتشارات نامی مهر دارم. حالا میخوام انتشارات نامی مهر رو بیام بهتون معرفی بکنم، اینستاگرامش رو نشون بدم و نمایشگاه کتابم بهتون سایتش رو معرفی کنم. علیرضا نصیری خانقاه هستم، شاعر و نویسنده. اگه تا حالا کانال من سابسکرایب نکردین، لطفا این سابسکرایب بکنید، اون زنگوله هم بزنید تا نوتیفیکیشن براتون بیاد و پستای بعدی من اولین نفر شما باشین که بهتون اطلاع میدم. لایک هم بکنین، کامنت هم یادتون نره، سوالات هم تو کامنت بنویسین تا اسرع وقت جواب بدم. نمایشگاه مجازی تهران یک سایت داره. خیلی خوب. تو نمایشگاه مجازی تهران انتشارات نامه مهر هم هستش که شما میتونید با استفاده از سرچش برین انتشارات پیدا کنین، کتابتون رو بگیرین. حالا وارد صفحه اینستاگرام نامه مهر میشم ببینم شرایطش چطوریه و انتشارات نامه مهر رو به شما معرفی کنم. اول بریم گوگل رو باز کنیم، بعد میام وارد صفحه اینستاگرام خودم میشم. اولین استوری که میاد مال نامه مهر، اون رو کلیک بکنم تا وارد صفحه نامه مهر بشم. بله خب میام اینجا انتشارات نامه مهر، صفحه اینستاگرام انتشارات نامه مهر که آدرسش رو اینجا نوشته و هستش رو میتونیم ببینیم. خب حالا یه سری کتاب ها رو منتشر کرده انتشار نامه مهر که اینجا تبلیغاتش رو گذاشته، نمایشگاه کتاب رو گذاشته، آدرس نمایشگاه کتاب هم گذاشته و همینطور اطلاعاتی در مورد نویسنده و چیزهای دیگه که شما میتونید تو اینجا ببینینش. خیلی خوب. حالا میرم توی قسمت تهران بوک، نمایشگاه تهران، سایتش رو از اینجا کپی میکنم، میام این قسمت پیستش میکنم. خب میام تو قسمت جستجوی ناشر. میزنم انتشارات، خب نه نامه مهر جز سرچام بود، نامه مهر خب جز سرچام بود، میگم پیدا کن نامه مهر. خیلی خوب، انتشارات نامه مهر که نام مدیرش هم محمد رضا احمدی که خودش یک شاعر بزرگه. حالا وارد انتشارات میشیم تا صفحه نمایشگاه مجازی کتاب ببینیم. خیلی خوب، اطلاعات ناشر هم هستش که اینجا شماره تماسش رو میبینین، وبسایت، ورود به سایت خرید کتاب، اینجور حرف هست. خب من میرم وارد انتشارات نامه مهر بشم، صفحه اینستاگرامش. توضیحاتی هم هستش که ناشر، انتشارات نامه مهر ناشر تخصصی ادبیات شعر، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان و نقد با تمرکز فعالیت کودک با نیازهای ویژه. خیلی جالبه. حالا انتشارات نامه مهر، انتشارات نامه مهر کتاباش رو یکی یکی بهتون نشون میدم تا ببینید چه کتابهایی چاپ کرده که بتونید راحت تر سرچ بزنید و برید بخرید این کتاب رو. من سکوت میکنم، یکی یکی این کتابها رو رد میکنم تا ببینید که چطوریه کتابهاش. Thank you.
همینطور که دیدین صفحه اینستاگرام نامه مهر رو بهتون نشون دادم که اینجا آدرس صفحهش رو براتون زیرنویس میکنم. نمایشگاه کتاب مجازی تهرانم من بهتون نشون دادم، نحوه سرچش هم که انتشارات پیدا کنه نامه مهر رو سرچ زدم و شما میتونین که آدرسی که اینجا زیرنویس کردم ببینین، برین قشنگ کتاباتون رو انتخاب کنین، کتاباتون رو خریداری کنین و همینطور از این نمایشگاه کتاب مجازی تهران استقبال بکنین. امیدوارم که راضی باشین از کتابهایی که میگیرین. امیدوارم این شرایط کرونا زودتر بره تا ما به حالت اول برگردیم و با کتاب تو نمایشگاه کتاب بگردیم، کتاب ها رو انتخاب کنیم و از فضا و لذتی که نمایشگاه کتاب به ما میده بیشتر بهره‌مند بشیم. شما رو میخوام به خدای بزرگ بسپارم. اما قبل از اون اگه کانال من سابسکرایب نکردین حتما برید سابسکرایب بکنین، اون زنگوله رو هم بزنین تا نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه و شما اولین نفری باشین که پستای من رو میبینید. لایک بکنید، کامنت اگر سوالی دارین کامنت بذارین تا دستر وقت به سوالاتتون جواب بدم. شما رو خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا شاد و موفق و پیروز باشین دوستان عزیزم. خدا نگهدار.